اینا رو تو مقاطع مختلف نوشتم. اتفاقا وقتی بازداشت شده بودم مثلا خب این اثر رو خیلی واسه بچه‌ها جالب بود که به یاد من باشن همیشه که خب دستم بهش نزده بودن میگه تا برگشتم. خب یعنی معنیش این بودش که از کار بیرونت نکرد؟ آره معنیش این بود که از کار. اتفاقا من تماس که میگرفتم خونه چون خواهرم هم همینجاست نازنین میگفت که حتی به شعرات هم دست نزدن که نوشتی و مثلا چسبونی اونجا، یعنی که هستم به یادت هستم بیرونت نکرد. به خوب بود چون یکی نگرانی هایی که بمکان بیشتر کسایی که حالا شاغلن و اینا وقتی بازداشت میشن دارن اینی که خب کارشون از دست میدن دوباره برگردن بیرون، یه شرایط نامعلومی دارن از نظر کاری و حالا درآمد و از این حرفا. ولی خب واسه من حداقل خوب بود، به دلگرمی داشتم که وقتی میام کارم هست. اینا هم این تیکا هم نشونه واسه بازداشت بچه این 11 روز یعنی روز شماره میکنی؟ آره بازداشت بچه های کمیته هست بیکه الان کیو سعید جلالی فر 9 آذر گرفتن، امروز 11 روز شده که نیستن 29 انفرادی هم. هیچ وقت فکر نکردی که کار کردن اینجا فایده نداره؟ همچی هم با بدبختی کار کردن و بازداشت شدن و نمیدونم اینا، مثلا فکر کنی که به خصوص مثلا وقتی توی زندان بودی همون لاجرم فکر میکنیم به خصوص که توی همچه شرکتی هم تو باشی مثلا از زندان اومدی بیرون منتظر حکم دادگاهتی نمیدونی چی میشه و میدونی که خب فعالیت کردن اینجا بالاخره همچین هزینه هایی داره، باید قبول کنی که زندان هست، بازداشت هست، همه این چیزا هست. اما با خودم به نتیجه رسیدم که بمونم هر جوری که شده و هر قیمتی که شده همینجا بمونم و تمام تلاشم هم میکنم بمیدونم تا کجا میشه رفت و کجا میشه تعامل کرد شرایط رو، اما تمام تلاشم اینه که همینجا بمیدونم با هر هزینه با هر سختی که هست. فکر میکنم باید اینجا باشیم. خیلی میگن که بری بیرون که راحت تره، اونجا شرایط آزاده، خیلی راحت تر میتونی کار کنی. اما نگاه فکر میکنم خیلی نه، اینجایی که ما میتونیم تاثیر بذاریم. ما از بیرون نمیتونیم داخل تاثیر داشته باشیم. چرا شاید مثلا من برم دو تا تجمع اونجا شرکت کنم، مصاحبه کنم، برم فلان سازمان اون یکی سازمان خیلی هم مثلا مطرح بشم، اما تاثیری رو که داخل میتونم داشته باشم به نظر نمیتونم اونجا نقش خودم رو ایفا کنم، نقش خودم. یه جوری فعالیت ما طوریه که احساس میکنم خب خیلی ها نیاز دارن به ما. حالا مثلا تو خانواده زندانی ها سیاسی میشه، کودکان یا هر چیز دیگه فعالیت اجتماعی که میکنیم، احساس میکنم این یه سری آدم هستن که نیاز دارن. و شاید خیلی وقتا مثلا میگن که بعد از زندان خدا امید ما شما ها اینه که مثلا بتونید برامون کاری بکنید. من نوعی شاید اینجا اونقدر قدرتی ندارم، شاید اونا خیلی زیاد مثلا خیلی بزرگ فکر میکنن ما رو که فکر میکنن میتونیم کمک زیادی بهشون بکنیم، اما احساس میکنم وقتی که برم دیگه همینم نیست، دیگه همین تاثیرگذاری هم ندارم، همین اونقدر کمکی هم که شاید از دستم بر بیاد دیگه نمیتونم انجام بدم. و اینکه بالاخره مملکت ما هست، اگه قرار باشه همه هم بریم کی میخواد بمونه؟ اگه از زندان میمدی و کار نداشتی بازم همین حرفا رو میزدی؟ 100%. اصلا من هر بار که زنگ میزدم میگفتم اخراج شدم. اصلا من کاملا خودم رو میدونی یه حالتیه که بالاخره تو وقتی دیگه برای کار میکنی باید خودتو آماده کنی برای هزینه هاش دیگه. من کاملا با این شرایط کنار اومدم. چرا موقع که دانشجو بودم خیلی سعی میکردم بعضی جاها مثلا یه ذره محتاط باشم، محافظ کار باشم، به خصوص دانشگاه آزاد میخوندم شهریه سنگین میدادم. من الان این بعضی جاهای ذره فتیله هر رو سعی میکردم بکشم پایین که درس رو تموم کنم. یعنی من همیشه با خودم میگفتم خب مثلا درسم تموم بشه بعدا میری سر کار بازم میخوای همین جوری باشه. اما بعد دیدم نه، کار انقدر برام ارزش نداره. یعنی آمادگیشو دارم که
کار نکنم، از کار اخراج بشم، نباشم، کار نداشته باشم، اما فعالیت ها میکنم.